درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه. از این لحظه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستم، آقایان دکتر قلی‌گزلو و سیاوش اوستا ما را در این برنامه همراهی میکنند. روزهای عزاداری چهره‌ای به نام حسین که در جنگ با ایرانیان هزاران ایرانی را کشت. این مسئله اصولاً برای آخوندها ارزش و اعتباری نداره، برای که اونا خودشون هم در طول این حکومت 43 ساله هزاران ایرانی رو کشتن و صحنه‌های خونین رو به وجود آوردن و این که فلسفه این حسین چه بوده که اینجور مسائل دو قسمت شده اسلام، خاطر اینه که انگلیس ها در دوران صفویه یک مسئله شیعه و سنی ایجاد کردن که سهم ایرانیان شیعه شده و سنی ها در گروه دیگری هستن، با هم دیگه درگیری و گرفتاری دارن. همین روزهایی که در ایران همه شهر رو سیاه‌پوش کردن و نوع خانه‌ها با لباس‌های سیاه نوحه می‌خونن، می‌بینیم در افغانستان همون بالای ایران کنار ایران می‌بینیم که اونا کلیه پرچم‌های سیاه رو جمع‌آوری کردن، تمام تعطیلات ایام محرم رو از بین بردن و به حدی اجازه ندادن که مراسم رو حسین و این چیزا رو برگزار بکنن. روی خط ما دوست عزیزم آقای سیاوش اوستا هستن و خواهش بکنیم که در حال بیان و در ابتدای برنامه یه مقداری از اوضاع احوال خود فرانسه برامون بیان بکنن که شنیدم دچار بیابی و گرمای شدید و گرفتاری های شدید اقتصادی شده. درود گرم بر شما دوست عزیز آقای سیاوش اوستا. درود بر شما مهمانیار استاد سیروس شرفشاهی. آرزو دارم حالتون خوب باشه، شاد باشید. درود دارم به کارگردان برنامه امیر شهرتی، آرزو دارم شاد باشید. به برادرم مهندس امیر شجره، دبیرکل این دانشگاه که سالیان سال داره آموزش های درست و صحیح و خرد گرایی رو به جامعه ارائه میکنه. حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. دلم شرفشاهی، بسیار ممنون. همونطور که گفتین در فرانسه آتش سوزی جنگل ها مشکل، خشکسالی و کمبود آب مشکل، مشکلات اقتصادی تهیدستان تهیدستر شدن و جالبه که همین امروز گفته می شد که 110-120 یورو که باید به بازنشست های امروز اضافه می شد رو انداختن به دیکی دو با آینده. خلاصه مشکل آی شرف شایی، این آب رو شما می بینید، این آب اینجا نوشته شده که ما به شما آب می دهیم، اگر آب شما قد شد نگران نباشید. شایدم شهرداری اینه در خونه شما گذاشته. اینا شیش تا گذاشته بودن پشت در خونه ما و پشت در خونه همه، چون آب اینجا چند ساعت قطع شد به خاطر همین کمبود آب، یعنی که آشغال نیاد توی اونا. خلاصه به همه مردم محل از این آبا دادن و ما مونده بودیم از کجا و خدا یک آبا اومد. اما جناب شرفشاهی عزیزم، امشب سیاوش اوستا شب ماست، عصر شماست. یک هدیه میخوام به شما بدم، باز مثل همیشه نو جدید و قابل اندیشه، برای عزیزانم که برنامه سازن، نویسندن و غیره، خصوصا شما که استاد ما هستید. آقای شرفشاهی، الان 13 از 14 ساله که ایران رو مجتبی خامنه ای میگردونه، یعنی پدرش میاد میشین اونجا فقط حرف میزنه و بارها هم گفته به من ربطی نداره، به من ربطی نداره، اونجا میشینه حرف میزنه. از پشت صحنه مجتبی خامنه ای با سپاه پاسداران همونطور که شما فرمودید داره ایران رو میگردونه و برای همینه که روز به روز هم بدبختر بیچاره تر شدیم. تا به امروز هم شما فکر نکنید از روز بگذره بدتر میشه. حالا من نکته ای که خیلی قشنگه،
خیلی مهمه، میخوام بهتون بگم یه بازیه که این سادات تازی و سازمان روحانیت الان شروع کردن از همین دیروز با نامه یارو مرتیکه رفیق سابق من میرحسین موسوی. این میرحسین موسوی همه میدونید که یکی از فاشیستای درجه یک نظام جمهوری اسلامی بود که در بحران بزرگی که میانداش نخست وزیر بود و و و و و و بعد فوش با آمریکا بده، پرچم آمریکا و اسرائیل زیر پاش و و و و و و و و از قبل انقلاب میشناخته. حالا اومده این یک نامه داده که آقا خامنه ای میخواد موروثی کنه فلانه. من آقای شرفشاهی خواهش کنم شما همه به این مردک که خودش سید هست، سید بعد میرم داره، میر حسین، وقتی کسی سیده و میر بهش میدن، میر که میدن یعنی لقب پرنسسی خود ایناست، یعنی موروثی باید شاه بشه تو تشکیل اونا، امیره، امیر یعنی پرنسس در زبان عرب. این مردک که خودش میر حسین نام گذاشته شده، خودش میخواست رئیس جمهور بشه، خودش نخست وزیر بود، اینو نمیدونه. یعنی اینه که الان میخوام بگم این خیلی مهمه که کلن جناب شرفشاهی تشیعش که وجود داره در ایران، چه صفوی چه علوی، این تشیع بر پایه موروثی استوار هست. یعنی دوازده امام و اولی امام حسن چون خیلی حالش خوب نبود به خاطر پول زیاد، زن زیاد، اینا نتونست و از حسین جاشه گرفت. از حسین به بعد از علی حسین تا دوازده تا که یکیش هم میگن این موروثی بوده و هست، امروز به سر صورت چون زدن مثل موروثی بودن همین تشکیلات و نظام و سیستم سعادت تاسی خودشون. این دیگه این تا چه حد بلاحت مردم رو فکر میکنن میتونن با اینجور چیزا، مردم البته همه در این میفتن، در چاه میفتن، از فردا همین میگن میر حسین موسوی پسر خاله مشتبه خامنه است و اسمش هست میر حسین موسوی خامنه. این هم از سید خامنه ایه و با خامنه ای سید علی فامیله. ولی اینا میخوان یه بازی را بندازن، همونطور که انتخابات ریاست جمهوریشون که میشه جناب شرفشاهی و روحانی میاد به اون متلک میگه، میاد به متلک میگه، حتی روحانی میاد به مجاهدین خلق و همه من شما به رئیس میگیم آقا تو دو سال جنایت کردی، دو سال قتل انجام دادی، 18 ماه من. روحانی میاد میگه 28 سال، میگه تو 28 سال کشتی، اعدام کردی، بعدم سر جاش. اینا بازی شونه، بازی انتخاباته، الان بازی رهبریه چون خامنه اصلا مرده، میخوان جاش بذارن. حالا برای این که این پرسش پیش میاد ای پس چطور سید احمد خمینی موروثی نگرفت؟ سید احمد خمینی رو خرش کردم، گفت من در جریانم، بهش گفتن آقا تو بیا خامنه‌ای رو بگو وصیت شده واسه اون، چون تو جوونی هنوز، این پیرپاتالای مجلس خبرگان به تو رأی نمیدن، برای این پیرپاتالای مجلس خبرگان رو راضی کنیم دو سه سالی، این خامنه‌ای موقت، برای همین میگن رهبر موقت. چرا میگن رهبر موقت؟ موقتا رهبر باشه، بعد سه چهار پنج سال میدیم به تو. اونم خر شد اومد، بعد که دید آقا بهش نمیدن، آقای شرفشاهی زدن کشتنش. این ویدئویی داره آقای امیر شهرتی، این ویدیو رو میبینیم که شما ببینید خمینی، سید احمد خمینی و طالقانی رو اینا کشتن. و من نمیگم آقای شرفشاهی، 20 سال پزشک مخصوص آیت الله بروجردی که پزشک خمینی هم بوده و پزشک طالقانی اینو به من میگه، شهادت میده که زدن کشتنش، اگه احمد رو نمیکشتن احمد هم موروثی بود. گوش کنین اینو، خواهش میکنم. به پروفسور سیف الدین نبوی، پزشک ویژه آیت الله خمینی که پرده برمیداره از ترور آیت الله طالقانی، احمد خمینی، عرض کنم خدمتون، شخص خمینی و دیگران. نبوی، شما در هواپیمایی که خمینی رو به ایران برد همراه خمینی بودید و پزشک ویژه خمینی بودید؟ پزشک ویژه خمینی بودم و نیاز به یادآوری است که 1340 به معرفی مرحوم آیت الله عظما بروجردی که من طبیب خاص ایشون بودم، ایشون گفت که حاج احمد، این آقای دکتر نبوی ما رو ببر ببین این حاج روح الله چه کسالتی دارد. بنده با حاج احمد پیشکار مرحوم آیت الله عظما بروجردی به منزل ایشون در قم رفتیم، ایشون مبتلا به تب اسپیرکتوز، بیماری مالت بود. من گفتن آقای پروفسور نبوی
تلفن کردن به پاریس، آقای پروفسور نبوی این آقای خمینی یه قطبه در معده داره خروجی میکنه. یعنی اواخر عمرش منظورتونه؟ اواخر عمرش. بله. و آیا عمل بکنیم یا نکنیم؟ آها. بنده به عنوان پزشک مخصوص ایشون از قم تا پاریس تا نفروشتو گفتم نه عمل نکنید، این قده به نام تومور لمفوئید در عرف جراحی قابل عمل نیست، باید با داروهایی که جلوی خونریزی رو بگیره، با داروهای آنتی انفلاماتوری ضد ورم کوچیک شود. آقای پروفسور موریس ایشون به این قم آمدند و مشورت کردند، بنده به طبیبی که ایشون رو عمل کرد به نام دکتر ایرج فاضل ارتستانی که از خودی هاست فراموش نشه، بنده گفتم اگر ایشون عمل شد، چراغ سبز نشون داده شد، عمل شد، از مرحوم شد، یه دیه ممکنه خوشحال شده باشن. پزشکش منم، میگم عمل نشود، ولی عمل کردن دیگه. کارشون با خمینی تموم شده بود و سن بابا خمینی جراوالی که من نمیفهمم از همه واردتری. برم با پروفسور سیف‌الدین نبوی هستیم، از شخصیت‌های علمی و آگاه به بسیاری از اسرار سیاسی. تو شما با آیت الله طالقانی هم آشنایی داشتین؟ پزشکیشون هم بودین یا نه؟ آیت الله طالقانی که حقیقتاً بفرمایید آیت الله متعادل. میگن که دکتر ایشون هم کشتن به گونه همین از ما بهتره، همین خودی ها. در این رابطه نظر شما چیه؟ والا راجب کشتنش بنده هیچ وقت لغت مصرف نمی کنم. بله بله. ایشون چون تماسی با من گرفته شد من دارم میگم. بله شما. چون به این جریان بعد از فوت ایشون یک دخالتی برای حقیق پیش آمد که گفتن ایشون نهار خوردن با سفیر روس. ایشون نهار با سفیر روس خورده، حالش با هم خورده، بردنش بیمارستان شفا یحییان. آقای دکتر نوری خودتون برسونید. به شما زنگ زدن که دکتر خودتون برسونید؟ بله. به شما زد که ایشون فوت شده بود و روی بدنش لکه های هماتوم که علامت مسمومیتی وجود داشت. روی بدنشون؟ بله بله. من کتبا نوشتم باید تشریح نشی شود. سر و صدا ایجاد شد، سر و صدا، تلفن ها، تلفن ها از بالا اومد، از بیت امام که آقای پروفسور نبوی صرف نظر کنید از تشریح نشیشون. ایشون یه آیت الله اینکه صحیح نیست که ببننش تیکه تیکش کنند، صرف نظر کنید. بعدش هم آیت الله خونساری از بازار که مرد شریفی بود، او از دید دیگه تلفن کرد که آقای پروفسوری هرچی بوده که حالا گذشته این بیچاره رو باید دارید تیکه بیشون که صحیح نیست، صرف نظر. گفتم من مگه معقولم صرف نظر؟ گفت نظر بدید که چون گذشته و فلان نیازی نیست که ایشون رو برن دفن کنن. به پروفسور سیف الدین نبوی، پزشک ویژه آیت الله خمینی که عزیز میبینید من گفتگوهای بسیاری با پروفسور سیف الدین نبوی داشتم که اسرار بسیاری به من گفت این مال 18 سال پیشه، که حتی میگه که احمد خمینی رو هم کشتن و حتی میگه که پزشک احمد خمینی رو که خواسته بودن مجبورش کنن، مثل همیشون دیدی گفت به من گفتن که تو امضا کن که مرده، خانساری دیگه آخر گفت که ما دفنش کنیم. جمشید پرتویی، دکتر جمشید پرتویی پزشک احمد خمینی بود، اونم میگفت با خود من صحبت کرد، من تو برنامه میبودی همون سال گفتم در آمریکا که خود دکتر
جمشید پرتوی پزشک احمد خمینی هم همین حرفای نبوی رو که برای اونا گفت، برای احمد گفت، احمد هم کشتنش، یعنی بعد خود پرتوی هم کشتن آقای شرفشاهی. الان دوستان بزنن دکتر جمشید پرتوی، میبینید در ویکی‌پدیا همه جا نوشته شده که ایشون هم کشتن. خب اگر احمد و اینا رو نمی‌کشتن اون موروثی ادامه پیدا می‌کرد. حالا همه اینا شما ببینید این سادات تازی که یک تشکیلات و حزب سازمان یافته است که من از هنگامی که گفتم 1500 سال حتی 100 سال پیش از محمد توسط هاشم پایه‌گذاری شده، اخیرا یک آیت الله اینو اعتراف کرد. من تو برنامه خودمون بخشش می‌کنیم صداشو، یه آیت الله حرف بنده رو تایید کرد که آره ما 1500 سال کمین نشسته بودیم که این ایران رو بگیریم، حالا گرفتیم. چون تو قرآن اینو میگه، سوره روم میگه، سوره روم میگه که ایرانی‌ها پیروز شدن بر اون، حالا ما میریم. یعنی من محمد، الله یعنی محمد، چون خدا در زبان عرب میشه رب. بارها گفتم همیشه باید بگن که بدونی الله یعنی محمد، رب یعنی خدا. میگه که ما بر ایران پیروز میشه. آقا به تو چه؟ اگر روم رو ما شکست دادیم، به تو که تو صحرا نشستی داری تجارت میکنی با زنت خدیجه چه که میگی ما اینا رو میریم نابود میکنیم ملت بابرنی؟ حالا این توطئه 1400 ساله بوده و هست و جریان مورسی بودن که در تشیع هست، مردم گول نخورن حرفای میرحسین موسوی اینا همه سطح یک کرباسن. مردم ایران همونطور که استاد شرفشاهی شما نشون دادین، در این ماه محرم ماه پیروزی ملت ایران بود. اینها نشون دادن که چگونه از همین عاشورا علیه اینا استفاده کردن. در یزد اونی که نشون دادین مال یزده، اسم حسینیه رو گذاشتن حسینیه ایران یزد. نخستین بار است که در جهان تشیع، در جهان جایی که چیه زندگی میکنه، زرتشتی های ایران که به زور مسلمون شدن اینا، اونطور منظم اومدن اشعار زیبا رو خوندن و گفتن اینجا حسینیه ایرانه. ما اگه سینمونو میزنیم به خاطر ایرانه که شما آخوندان آبادش کردید و غیره و غیره. حالا این ماه ماه بزرگی بود، آخوندان کتک زدن، های شرفشاهی فیلم ها رو حتما دیدین. حتی سیده میاد میگه بیشتردم امام حسین، میریزن میزننش. میگه من امام جمعه این مسجدم، میزننش مردم، همونایی که دارن سینه میزنن برای ایران. اینه که این ماه ماهی بود که نشون داد نظام روحانیت و سادات تازی در ایران نابود شدن. اینها میلیون ها دلار خرج میکنن، سیاهی لشکر میارن از آفریقای خونخوار، آفریقایی که آدم ها زنده میخوره، قبایل های شرفشاهی، آدم میارن سینه میزنه، علی رسمش نمیتونه تلفظ کنه، هندی هم میتونه. ولی ملت ایران پشت سر شهبانوی عزیزم و رضای پهلوی و خود ملت ایران، این بار شهریار ملت ایران، خود شاهزاده رضا هم گفت شهریار زنان ما هستن، شهریار دلیرانی هستن، پیام‌آوران خردی هستند که این ماه نشون دادن که چجور عاشورا اینا رو به هم ریختن، زدن تو سرشون. آقای شرفشاهی یه نکته دیگه بگم بهتون که بعد به فرمایشات شما گوش بکنم. ببینید جریان حسن و یزید، حسین و یزید، امام حسن، این دعوا اینا، من 30 سال پیش در کتاب خدا را در خواب دیدم، زار گریه میکرد، نوشتم که من وقت خدا را خواب دیدم، گفتم خدا جونه برای مشکل حسین و یزیدم حل کن دیگه، این چیه ما داره میزنیم سر خودمون؟ گفت خب برو بیارشون تا مشکلش حل کنم. گفتم بابا چیه برو بیارش؟ 1400 ساله چیز شده مرده. گفت مرد سبیزا 400 سال مرده، تو بخوای من مشکل جای کنم، تو دیوانی باید برو تو تیمارستان. یعنی ملت این سخن آقای شرفشاهی، یک سازمان سینمایی جهان عرب فیلمش کرده که این دوتا، یکی اسمش حسین یکی یزید، تو حرف ما دعواشون شما که رفیق جونجونی هم. حالا اونا بگذاریم، یعنی الان دنیا سینمای جهان، هنر جهان، همه در خدمت. و پسر خودش واقعا چی است تو فیلم اسمش سیلفیه، سیلفی برن دوستان ببینن، یک فیلم یعنی 30 دقیقه فقط بر اساس یک صفحه کتاب خدا را در خواب دیدم زازار گریه میکرد ساخته شده که بگه بابا اینایی که رو جریان حسین و حسن دمگاه هستن بیمار روانی هم. ملت ایران این نیست، این پولایی که اینا خرج کردن و غیره. پیروزی با ماست آقای شرفشاهی، شهریاری به ایران برمیگرده، ایران آزاد میشه، این سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به صد هزار. بله امیدواریم که در حال فعالیت های این که شاهزاده رضا پهلوی رو گفتیم که برمیگرده و اینا، دیدم تو همین هفته یکی از آخوندها شدیدن از حضور
شاهزاده رضا پهلوی در ایران دفاع کرده و گفته اون میاد و به زودی ایران رو آلمان دوم میکنه. یعنی این که از یه آخوند این حرفا رو میزنه، میبینید در خود جامعه یه آخوندی هم چه وحشتی افتاده که اینا برای اینکه در آینده مردم ازشون انتقام نگیرن بگن ما نبودیم، ما که همراه شما بودیم، میان و اینجور دفاع میکنن و به این با اصول و منطق که شاهزاده رضا پهلوی به این دلیل، به دلیل آگاهی هایی که داره، مطالعاتی که کرده، درس هایی که خونده و در حال این آگاهی ها، نتیجهش میشه که ایران رو میکنه آلمان دوم به زودی. این مردم ببینین در هر زمینه آقای سیاوش اوستا ناراحتی و گرفتاری دارن، در همه جوامع اینجور ابراز عقیده ها هست، حتی در جامعه آخوندی، برای اینکه برای خودشون آینده امیدوار کننده ای بسازن که اگر عرض کردن بخوان مردم بریزن آخونده رو تیکه بارو کنن، میگن آقا ما که با شما بودیم، بارها از شاهزاده دفاع کردیم، بارها از رژیم پادشاهی دفاع کردیم. بله، به هر حال از محبتی که کردین در این برنامه از شما تشکر میکنم و امیدوارم که شب و روز خوشی داشته باشین، هفته خوبی داشته باشین و تا هفته آینده بار دیگه شما رو در این برنامه داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنیم و بدرود. من یک 30 ثانیه اینو بگم به هیچ آخوندی در هیچ شرایط ملت ایران اعتماد نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی گفت چون سازمان روحانیت و سازمان سادات تازین و ضد ایرانی هستن، هر چند بگن نیرنگ گفت مکرو و مکر الله هست، همه بدونیم گول نخوریم. شاهزاده رضا پهلوی گفته و میگه بارها با فرمانده‌های قدرتمند ارتش و سپاه در تماس، اونها هستن که این جنبش رو به پیروزی میرسونن و این تماس‌هایی هم که از تماس‌های جدی جانفشانانه است که بچه‌های یک دارن که رفتن با صدام حسین جنگیدن، الان با رضا پهلوی در تماس هستن و شما مطمئن باشید به زودی رنگ ایران عوض میشه. ولی هیچ شیخ و آخوند و مله کلن مثل رضا شاه و مثل آتاتورک سازمان روحانیت و سازمان سادات تازی از هم پاشید میشه. به هیچ عنوان اجازه ندید کسی بیاد جناب شرفشاهی از یک فقره آخوندی که اصلا اسمش نمیدونیم چیه بگیم که آقایان باید فلان، اینا برای حفظ جون خودشونه، ملت ایران خر نمیشه. میبوسمتون، سپاسگزارم. بسیار ممنونم. روز شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌گذرو، سیاوش اوستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.